سلام، خوش آمدید. روز هاست که این جمله را می شنویم: ویروس کرونا فقیر و غنی نمی شناسد. بسیاری با شنیدن این جمله دندان به هم می فشارند. آنها که با وجود تاکید دولت‌ها بر در خانه ماندن برای اینکه بتوانند حداقل‌های زندگیشان را تامین کنند، نمی توانند در خانه بمانند. کار یدی یا موقتی دارند که ماندن در خانه برایشان مساوی بیکاری و بیپولی، حتی گرسنگی است. ویروس به روشنی دهک‌های کم برخوردار را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. روزهاست که نهادهای اقتصادی بین‌المللی درباره بحران اقتصادی بسیار جدی در پی تعطیل بنگاه‌های اقتصادی به خاطر کرونا هشدار می‌دهند. بیکاری گسترده همین حالا هم در آمارهای کشورهای غربی خودش را نشان می‌دهد و دولت‌ها شیوه‌هایی برای حمایت از حقوق بگیرها اعلام کردند. آمار کسانی که برای حقوق بیکاری ثبت نام کردند رکورد زده است. در ایران هم بسیاری از تأثیر تلخ کرونا بر کودکان کار، کارگران روزمزد و به طور کلی فقرا هشدار می‌دهند. چه در اوج همه‌گیری بیماری، چه زمانی که تأثیر اقتصادی اپیدمی آشکارتر می‌شود. در کشوری که در سالهای اخیر به دلیل تأثیر تحریم ها بر اقتصادش فقیرتر شده، دهک های کم برخوردار بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند. همانها که رکود اقتصادی در پی ویروس هم استخوان‌هایشان را بیشتر خرد می‌کند. آیا زمان آن نرسیده که درباره نگاهمان به رفاه و تامین اجتماعی تجدید نظر کنیم؟ آیا زمان آن نرسیده که مکانیزم‌های شناسایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر متحول شود؟ برای بحث مهمان داریم. سعید معین‌فر، جامعه شناس از تهران با ماست. علی حاجی قاسمی، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه استودرتون سوئد از استکهلم با ماست. و جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی مدرسه اقتصاد برگنی از پاریس. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. آقای حاجی قاسمی، از شما شروع میکنم. شما کتابی دارید، اگر درست ترجمه میکنم، دولت‌های رفاه اروپایی و جهانی شدن، که بحث اصلی کتاب در مورد همین موضوع رفاه و در دولت‌های اروپایی هست. دولت‌هایی که الان میبینیم مثلا یکی از اونها ایتالیا است که به شدت درگیر کرونا بوده. ممکنه کمی بیشتر درباره این مبحث برای ما توضیح بدید که منظور چی هست دقیقا؟ بله، طی دهه‌های اخیر دولت‌های رفاه با چالش‌های مختلفی دست پنجه نرم می‌کردند و من در این کتاب که حاصل کار چند سال در واقع پژوهش هست، به چند مدل رفاهی در اروپا، در چارچوب اتحادیه اروپا رو بررسی کردم که با این چالش‌های به اصطلاح متفاوت، که مهمترینش مسئله به اصطلاح ایجاد اشتغال برای نیروی کار مازاد هست در عصر جهانی شدن، چگونه باید از به اصطلاح نیروی کاری که بیکار شده به واسطه جهانی شدن حمایت کرد تا بشود تحولات اقتصادی در این کشورها انجام بشود، پیش برود و به واسطه اون نیروی کار دوچار به هر حال از هم ریختگی نشه و بتونه معاشش تامین بشه و جلوی تحول رو نگیره. این بخش بحث بسیار مهم این کتاب است. بعد نکته دیگه در مورد سالمند شدن جوامع اروپایی هست که به واسطه اون در واقع زاد و ولد در این کشورها به شدت کاهش پیدا کرده و هزینه تأمین معاش سالمندان و به اصطلاح بهداشت و درمان و مراقبت اینها مشکل در واقع میشه و سیستم‌های رفاهی چگونه میتونن اینو تامین بکنن و مسئله این که چگونه به اصطلاح زنان رو بشه در بازار کار وارد کرد و از این طریق اقتصاد خانوار رو به اصطلاح بهبود بخشید و اینکه کدوم یک از این سیستم‌های رفاهی بهتر تونسته خودشون رو در این زمینه ها و زمینه‌های دیگه و شرایط حاد و به اصطلاح مسئله مشکل ساز دیگه‌ای که به وجود میاد در این جوامع توانمندتر هست که بتونه سرپا بیسته و بتونه این جوامع رو برای یک دوره طولانی تری در مقابل فشارها و معضلاتی که مثل همین بحران کرونا که 2008 ما بحران مالی رو داشتیم در اروپا، در این کتاب میپردازم که کدوم یکی از این الگوهای رفاهی از قابلیت و توان بیشتری برای کدومشون. آقای دکتر حاجی قاسمی، بهترشون کدوم بودن؟
در واقع میشه گفتش که کشورهای اسکاندیناوی که من تو دانمارک خیلی به اصطلاح متمرکز شده بودم خیلی مؤثرتر و بهتر تونستن خودشونو تو این به اصطلاح مراحل بحرانی عبور بدن، چون در واقع به وضعیت شهروندان و به اصطلاح تأمین نیازهای اونها در شرایط سخت بله. مثل شرایط کنونی و یا بحران مالی آمادگی بسیار بیشتری برای رسیدگی به آنها داشتن. من میخوام برای بینندگان توضیح بدم، من این واقعا مهم هست که همه ما متوجه باشیم، ما قصدمون مقایسه ایران با کشورهای اسکاندیناوی نیست، نمیخوایم یک بحثی رو باز بکنیم که همه از آغاز بگن که آقا چی رو با چی مقایسه میکنید، شرایط ایران اصلا قابل مقایسه نیست. ما میخوایم بگیم که در شرایط بحران کنونی که به نظر میاد یک بحران جهانی هست و همه کشورها به نوعی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، چه راهکاری برای دولت‌ها جواب میده و چقدر باید اونها آماده باشن برای بازنگری سیاست‌هاشون. آقای اسدی، شما چقدر فکر می‌کنید که ایران، به طور مشخص در مورد ایران صحبت می‌کنیم به خاطر اینکه به هر حال مخاطب اصلی ما اونجاست، میتونه بچرخه به سمت یکی از این الگوهایی که شناخته شده هست، الگوی دولت رفاه؟ آیا در شرایط فعلی در ایران میتونه پاسخگو باشه؟ آیا راهی هست برای ایران بچرخه به اون سمت؟ با درود بر شما بینندگان گرامی و دیگر مهمانان، اجازه بدید نخست به مقدمه‌ای که شما در معرفی این برنامه گفتید اشاره بکنم که در آن تضادی می‌بینم و بعد بدین پرسشتون پاسخ بدم. فرمودید که آیا این بحران، نقل قول به معنی می‌کنم، باعث آن نشده است که ما در مورد دولت رفاه یک فکری بکنیم؟ خب من در این تضاد می‌بینم. اونطوری که از مقدمه شما فهمیدم و صحبت مهمان گرامی، شما دولت رفاه و چه با بحران چه با بدون بحران میپسندید و اینو در نظر میگیرید. در نتیجه چه ربطی دارد که اونو با به بحران ببندیم؟ به طور کلی میتونید بفرمایید که در مورد دولت رفاه ما چه فکر میکنید و شما نمیپسندید دولت رفاه رو؟ به دولت رفاه به عنوان رفاه نه، دولت رفاه اگر معنیش این است دولت رفاه که پول از دست یک دهی بگیرد و به یک کسی دیگری بدهد، این همون اتفاقی است و الان به پرسش شما در مورد جمهوری اسلامی پاسخ میدم و دیگر کشورهای سوسیالیستی، این باعث فقر مطلق همه میشود. شما کمتر دیده اید که کسی مثلا از آمریکا بخواهد به ایران مهاجرت بکند، اما فراوان دیده اید کسانی که از این دولت رفاهی که در ایران تشکیل شده است، مگر نه اینکه این دولت مستضعفین بود؟ شما اسم دولت ایران رو آقای اسدی دولت رفاه میگذارید، آیا فکر میکنید که اون تردید. بله. بدون تردید دولت رفاه است. دولت رفاه است و بزرگته و این رو باید دید، لخت اوریان باید این مسئله رو دید. ببینید، منتها من در شرایط عمومی صحبت میکنم، همچنان که به تضاد در مقدمه ای که فرمودید اشاره کردم، در این که در این شرایط خاص بحران چه باید کرد بحث دیگری است. بله. اما در مولد دولت رفاه اشاره میکنید، دولت رفاه یکیش مثل همین جمهوری اسلامیه. بله. چرا به این شرایط افتاده؟ خب دولت رفاه هر جای دنیا اگر به صرف رفاه باشد و اگر اقتصاد بازار بنیاد رو در نظر نگیرد، روز به روز فقیرتر میشود، روز به روز که فقیرتر بشه کمتر میتونه پول خرج کنه، کمتر هم پول خرج کنه مردم فقیرتر میشن و مهاجرت. من خیلی ممنونم، بحث رو خیلی خوب شروع کردید، برای اینکه من وقتی شما صحبت میکردید متوجه بودم که آقای حاجی قاسمی کاملا به نظر میاد که تعجب کردم مخالف هستن. من برمیگردم به شما آقای حاجی قاسمی، ولی اجازه بدید آقای مویدفر رو هم وارد این بحث بکنیم. آقای مویدفر، شما در داخل جامعه ایران هستید، آقای اسدی دولت ایران رو دولت رفاه ارزیابی میکنن، در حالی که میدونیم که خیلی ها معتقدند که این دولت دولتی هست به قول معروف شترگاف پلنگ، نه به طور کلی میشه اون رو دولتی در نظر گرفت که در واقع تامین اجتماعی و رفاه رو به شکل مثلا بعضی از کشورهای اروپایی در نظر میگیره، نه به اون شکلی که مثلا کشوری مثل آمریکا اون رو تعریف میکنه به صورت کاپیتالیستی اداره میشه. شما چه تعریفی دارید از اون چه که در ایران میگذره در بحث تامین اجتماعی؟ خب با سلام خدمت شما و میهمانان و همچنین حضار محترم. ببینید، من البته یک بحث درباره رفاه داریم که نهایتاً بایستی در یک جامعه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و نهایتاً مواردی مانند این امنیت و آزادی مثلا تأمین بشه. این یک بحثه که معمولاً در مورد رفاه و اینکه در هر کشوری باید اینها
برای یکی که افراد جامعه تامین بشه مطرحه. یه بحث دیگه رفاه اجتماعی هست. ببینید در واقع ممکنه یک جامعه واقعا درش بسیاری از موارد که اشاره شد راجع به رفاه تامین شده باشه، اما نهایتا رفاه اجتماعی به معنی واقعیش تحقق پیدا نکرده باشه. ببینید اگر من از این زاویه بخوام نگاه بکنم، شاید بشه یک رویکرد جدیدی رو در این بحث باز کنیم. من معمولا پسوند اجتماعی رو هیچگاه در واقع بدون مشارکت و همکاری مردم در نظر نمیگیرم. وقتی ما بحث از رفاه اجتماعی میکنیم، منظورمون در واقع شرایطی در جامعه است که مجموعه عوامل از دولت، مردم، معتمدین، متخصصین، دانشگاهیان و تمام کسانی که در سرنوشت اون جامعه دخالت دارن بتونن تک تک در ایجاد رفاه جامعه خودشون مشارکت داشته باشن. من مشارکت صرفاً یک امری نمیدونم که مثلا فرض هم دولت ها بر اساس مثلا این سری ثروت هایی که کسب میکنن از طریق نفت یا به شیوه های دیگه از طریق مالیات و امثالین برای مردم تامین بکنن، بلکه به نظرم میاد که اگر در واقع رفاه اجتماعی با همکاری مردم در همه بخش ها تحقق پیدا نکنه، نهایتا اسمش رفاه اجتماعی نیست. با این حساب شما با اون تعریفی که آقای اسدی دارن به نظر موافق تر هستید؟ ببینید نه، اصلا من فکر کنم که اون تعبیر هم به این معناست که مثلا یک دولت سرمایه داری مثلا اون بتونه بیاد و از طریق گرفتن به صلاح حالا ایجاد شرایط کار و زمینهای فعالیت نهایتا مثلا فرض فرمایید بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ایجاد بکنه و این بنگاه‌های اقتصادی خانه‌ها زمینه ایجاد تبعیض و نابرابری رو ممکنه در جامعه افزایش بده. ببینید قطعا در واقع اگر این تعریفی که من برای رفاه اجتماعی تعیین میکنم تحقق پیدا نکنه، نهایتا ممکنه دولت‌هایی مانند دولت امریکا یا کشورهای به اصطلاح بر اساس در واقع لیبرالیستی اینها در واقع بیان اقداماتی بکنن، منتها متاسفانه اقدامات اونها اگرچه ممکنه که بخشی از رفاه سطحی رو ایجاد بکنه، منتها به قدری نابرابری های اجتماعی رو افزایش بده و تبعیض رو افزایش بده که در واقع افراد در اون جامعه اگرچه حداقلی از رفاه ها برخوردارن ولی رضایت اجتماعی رو نداشته باشن و احساس رفاه رو به معنی اجتماعیش نداشته باشن. آیه مایفر، برای اینکه خیلی ملموس‌تر صحبت بکنیم، بذارید به امروز ایران نگاه بکنیم، به وضعی که الان در جامعه هست. من میخوام مستاقی در مورد همین وضعیت کرونا مثلا صحبت بکنیم. ما الان با یک جامعه روبرو هستیم که جامعه ای هست که فقیر شده به خاطر تحریم هایی که سالهای اخیر قرار بوده. بخش قابل توجهی از طبقه متوسط هم به طبقه فقیرتر پیوستند. بسیاری نگرانند که بعد از وضعیت کرونا، بعد از پایان این دوره، اینها به شدت دچار مشکل اقتصادی بشن، این طبقه فقیرتر شده. شما فکر میکنید که آیا دولت ایران آماده هست برای اینکه با این برخورد درستی بکنه؟ آیا اون چه که در سیستم های تامین و رفاه اجتماعی میبینید شما رو خیال شما رو جمع میکنه از این بابت؟ به هیچ وجه. ببینید الان در واقع هم تو که نظرسنجی ها نشون میده در جامعه ما رضایت از زندگی به شدت پایینه، یعنی در واقع 40 از 100 در تحقیق که سال 94 انجام شده. به این معناست که در واقع در سال 94 اساساً در اون زمان هم احساس مثبت نسبت به زندگی و اینکه ما در یک شرایط رفاهی هستیم قرار نداشته، چه برسه در شرایطی که ما در سال 98 با اون روبرو بودیم و یکی دو سال اخیر که نهایتاً میزان تورم به شدت افزایش پیدا کرده و همچنین حوادثی که در پایان سال گذشته داشتیم. بله. با این وضعیت ما وارد مرحله‌ای شدیم که تقریبا میشه گفت بسیاری از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما در پایین‌ترین سطح خودش قرار داره. بنابراین میشه گفتش که وضعیت ایران به گونه‌ای است که احتمالاً در مقایسه با بقیه کشورها در مواجهه با این بحران یک وضعیت بسیار بسیار دشوار است.
من خیلی دلم میخواد که این بحث رو ما حول و حوش همون بحث تامین اجتماعی و رفاه ادامه بدیم، با توجه به اینکه به هر حال وضعیتی هست که الان در بسیاری از کشورها داریم میبینیم، خیلی از کشورها مثلا حتی آمریکا که معمول نیست چنین برخوردی، میبینیم که به طور عمومی 1200 دلار به همه پرداخت کردن برای اینکه بتونن با این شرایط کنار بیان. آیا حاجی قاسمی فکر میکنید که در ایران در شرایطی که الان هست، با توجه به اینکه ظرف 5-6 سال اخیر حداقل یک سیستم پرداخت یارانه به دهک‌های کم درآمدتر در واقع جا افتاده و داره کار انجام میده، بتونن اون سیستم در واقع رفاه اونجوری که شما فکر میکنید و مد نظرتون هست رو پیاده بکنن؟ یعنی حد دست کم اون گروه ها و دهک هایی که نیاز به کمک دارند رو میشناسن و میتونن به اونها کمک رسانی بکنن؟ حتما من اگر اجازه بدین حتما در این باره یک راه حل بسیار کوتاهی دارم، راهی دارم که بسیار کوتاه میشون رو بیانش کرد در چند دقیقه، ولی پیش از اون ما باید یک مسئله رو حلش بکنیم، یک مسئله نظری در مورد دولت‌های رفاه است. دولت‌های رفاه مورد نظر ما دولت‌های رفاه کاپیتالیستی هستند. اینها در زادگاه دولت‌های رفاه کاپیتالیستی که ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم، آمریکاست اتفاقا. در دهه 30 میلادی وقتی که اون بحران مالی در آمریکا رخ داد، آمریکاییان به چشم خود دیدند که حتی در یک نظام کاپیتالیستی بسیار توانمند در آمریکا یک شبه می‌توانند بیکار بشوند، طبقه متوسط آمریکا. اونجا بود که فکر دولت رفاه کاپیتالیستی متولد شد، در آمریکا آغاز شد، به اروپا اومد و در هر کشور کاپیتالیستی ما یک دولت رفاه داریم که با توجه به فرهنگ و مناسبات و شرایط خاص اون کشورها شکل گرفت. مثلا در اسکندیناوی مدل خاص خودشونو دارن، در اروپای مرکزی آلمان و فرانسه شبیه هم هستن، اروپای جنوبی باز شبیه هم هستن، آمریکا و بریتانیا شباهت به هم دیگه دارن. اینی که و اینا با هم میزان سخاوتمندی اینها با هم متفاوت است، اما جانمایه دولت‌های رفاه این هست در نظام کاپیتالیستی که افراد، یعنی شهروندان، به واسطه برخورداری از شهروندی اجتماعی باید بیمه باشند در شرایطی که درآمد ندارند به هر دلیل، یعنی بیکار میشوند. یه اتفاقی میفته مثلا در آمریکا، سوئد، آلمان، در همین هفته‌های آتی میلیون‌ها آدم از کار بیکار شدند. بله، خب این یه واقعیتی است. دولت رفاه وظیفه داره که در این شرایط اونها رو تامین بکنه و کاپیتالیست‌ها 100% پشت این ماجرا هستن. کاپیتالیست‌های عاقل در این 80 سال آنها بودند که پشتوانه دولت رفاه بودند. بیمار میشوند افراد. اجازه بدید آقای اسدی همینجا جواب این رو بدن، چون این بحث جالبی هست، بذارید این رو حلش بکنید. آقای اسدی بفرمایید. بله، برام جالب بود که ایشون فرمودن سرمایه‌دارای عاقل نظر ایشونو دارن. خب سرمایه‌داری که لابد نظر ایشونو نداره عاقل نیست. ببینید با چی مخالفم در فرمایش هر دوی آقایان؟ خب البته دوست ارجمند جامعه شناس بحث دیگری داشتن، بعد به اون هم پرداخت. ببینید نکته اصلی سری این است، من اولا اقتصاد سرمایه‌داری نمیفهمم، یا که اقتصاد بازار داریم، اقتصاد بازار بنیاد داریم، یا که اقتصاد مسلک اشتراکی داریم، مثل جمهوری اسلامی که در اول انقلاب اولین قطرهای زنجیره‌ای قتل شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی بود به اسم رفاه مستضعفی. این یک جور دولت رفاهه. حالا دوست عزیز آقای حاجی قاسمی می‌فرمایند که نه، ما منظورمون در دولت، در حکومت‌های بازار بنیاده، اما ما بازار بنیاد رو در صحبت ایشون نمی‌شنوم، رفاه رفاهش رو می‌شنوم، بازار بنیادیش رو نمی‌شنوم. اقتصاد بفهمید، اقتصاد کاپیتالیستی همون بازار بنیاد مورد نظر شماست. چنین نیست. ببینید وقتی شما خیلی خوب همون است، ولی خواهش میکنم اجازه بدید به نوبت صحبت کنیم. در اقتصاد بازار بنیاد ابتکار فردی این بنا است، یعنی اگر این اتفاق بیفتد و به کسی به مراتب پولدارتر از کسی دیگر بشود، این بد نیست. مثلا دوست جامعه شناس ما فرمودن که یک نابرابری وجود داره. خب این نابرابری بین طبع ادبی حافظ و منم وجود داره. حالا این بده یا حافظ رو بده؟ آقای اسدی اگه بخوایم بر اساس نابرابری قضاوت بکنیم که جامعه ایران جامعه نابرابری هست الان هم، اجازه بدید این جمله رو تموم کنم و در اختیارتونم. ببینید نابرابری که در اثر نبوغ، در اثر ذوق، این رو باید رو سرش آدم بذاره، نه اینکه اینو از بین ببره.
وقتی که یک کارآفرینی مثل بیل گیتس و در استیو جابز وجود داره که دنیا با این دو نفر قبل و بعدش فرق داره، ما نباید بگیم تو چرا ثروتمندتر از مایی، چنانچه نباید بگیم آقا چرا نوشته های جمشید اسدی و دو نفر نمیخونن نوشته های مثلا فکر بکنید صادق هدایت سالهاست که میگرده همینطوری. خب این استعداده که فرق میکنه بین این دوتا. آن نابرابری که ناسواب است و نادرست است، نابرابری است که در اثر ذوق و ابتکار نیست، مثل اون چیزی که در جمهوری اسلامی میگذره. ورنه اگر یک تفاوتی وجود داشته باشه، اون وقت این هم اشتباه دومه که بسیاری از کسان میکنند که گویا اگر بیل گیتس مثلا پولدار میشه، این از اون دهکی که به قول خودتون در مقدمه برنامه گفتید از جیب او برداشته. این چنین نیست. چنانچه ذوق حافظ از ذوق من که بر نداشته. آی اصلا من همش نگرانم که این بحث خیلی بحث نظری بشه. من که من خیلی دلم میخواد که برای کسی که الان نشسته پای تلویزیون و درگیر مسئله نان شب هست، کارش رو از دست داده، ما بگیم که اگه دولت تو هر جایی که هستی قراره به تو کمک بکنه، چطور باید عمل بکنه؟ دولت ایران، میدونیم که ما همواره اینو شنیدیم که ایران یک کشور پولدار هست، کشور ثروتمند هست، روی دریایی از نفت و گاز و سایر منابع خوابیده، ولی بحث اینه که الان دسترسی به این پولها نداره به هر دلیل. اصلا ما وارد بحث سیاسیش نمیشیم. یک دولتی هست با 80 میلیون جمعیت و پول نداره. شما به عنوان یک اقتصاددان میخواین بهش مشاوره بدید. باید الان برای این جمعیت کثیر آدم‌هایی که دهک‌های پایین اجتماع هستن و مشکل پیدا کردن چه بکنه؟ میگویم دولت تو خود حجاب ثروتمند شدن مردم ایرانی از میان برخیز. تمام در نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در تمام جهان مردم فقیر مردمی هستند که دولتی دارد که میخواهد فقرا رو از مرگ نجات بده. در تمام دنیا بگیرید، در هیچ جای دنیا شما ندارید که مهاجرت از جایی صورت بگیره که دولتش میگه من ابتکار میدم به شما، یا پولدار میشید یا شاعر میشید یا ورزشکار. از کجا مهاجرت صورت میگیره؟ به دولتی که میگوید مردم من به اسم شما، چون مسلمونم، چون کمونیستم، چون ملی هستم، به هر چی، به اسم شما حکومت میکنم، همتونو ثروتمند میکنم. بعد از یه مدتی فقیر و بدبختی و فساد و اعتیاد و تبهکاری شروع میشه و مهاجرت میکنم. میگویید من به عنوان اقتصاددان چه پیشنهادی میکنم؟ میگویم که جمهوری اسلامی، بر شما نیامده است که برای مردم تصمیم بگیرید. این ثروتی که از آن مردم است به مردم بازگردانید، اونا خودشون میدونن. چنانچه درآمد ناخالص ملی پیش از انقلاب بالاتر از درآمد خالص ملی امروز بود. تنها کاری که دولت میتونه بکنه این است که به مردم کمک بکند که آماده ورود به بازار بشن، یعنی بهداشتشون رو تأمین بکنه، آموزششون رو تأمین بکنه و امنیتشون رو تأمین بکنه. اون وقت دیگه بعد از اون هر نابرابری که از این به وجود اومد نابرابری بدی نیست. اینها رو گفتم، یه نکته دیگه هم بگم و تمام. آنچرا که ما میگوییم بحثی است که به باور من در مقدمتون اشاره کردید و حرف بحران هم زدید. اگر در مورد بحران صحبت میکنیم، خب برای دولت یک نقش اضطراری قائلیم، همچون که اگر در جنگ بود ما هواداران اقتصاد بازار بنیاد نمیگفتیم که دولت باید همون کاری رو بکنه که در شرایط عادی میکرد. پس قائل هستید به اینکه در این شرایط باید فرق بکنه سیستم ها، ولی نه اینکه باز جای ابتکارهای اون بوده بنشینه. مثلا زمانی که مردم به ابتکار خودشون کمک از سازمان های نیکوکاری دنیا میگیرن، بر دولت نیامده است که جلو این کمک ها رو بگیره. بر دولت نیامده است که این وقتی که این کمک ها و امداد ها به ایران میرسه اونها اینا رو ضبط بکنن و بگن ما خودمون میخوام. بسیار خوب، بذارید جواب آقای حاجی قاسمی رو بشنویم. بفرمایید. در کوتاه مدت ما یک راه حل کوتاه مدت داریم، یک بلند مدت. بلند مدت هم از امروز باید شروع بشه، نه اینکه در آینده ناپیدا. در کوتاه مدت به این شکل هست که مطرح شد در ایران، اگه اشتباه نکنم نمایندگان مجلس مطرح کردند که برای اینکه
با این معضل کرونا بشه به طور واقعی مقابله کرد و مردم بتونن در خونه باشن، نیاز به این دارن بسیاری از گروه‌های اجتماعی که درآمد پایین دارن باید تأمین بشه معاششون، و این یک واقعیت است. همونطور که در آمریکا همونطور که اشاره شد به هر شهروند یه مبلغ مشخصی پرداخت شد، در اینجا هم به همه ماها گفتن خونه باشین، حقوقاتون رو خواهید گرفت، و به اصناف مختلف، به شرکتداران متوسط و کوچک گفته شد که ما هم به شما وام خواهیم داد، هم به شما اگر طولانی تر شد ضرر و زیان‌های شما رو جبران می‌کنیم، دولت‌های رفاه، چون دوره طولانی مالیات می‌گیرن برای این روزها که بتونن برگردونن به جامعه، دولت‌های ملی و دولت‌های مردمی و دموکراتیک هستن. در ایران پیشنهاد مشخصی که نماینده‌های مجلس دادن به نظر من بدون مکس، یعنی 24 ساعته باید اجرا بشه، کما اینکه در همه کشورهای اروپایی انجام شده، یعنی 500 هزار تومان به هر شهروند که میشود حدود 1 میلیون، اگر ما این رو حساب بکنیم میشود 70 دلار، ضرب در 80 میلیون ایرانی باید بلافاصله به حسابشون پرداخت بشه، میشود 5.5 میلیارد دلار برای 2 ماه. 5.5 میلیارد دلار معادل 1% تولید ناخالص داخلی کشوره. اگر کشوری، اگر دولتی و حکومتی نتواند معادل 1% تولیدات داخلی یک سال خودش رو در طی 2 ماه به شهروندانش پرداخت بکنه که بتونن در خونه باشن و جان سالم از این مسئله به در ببرن، به نظر من اون دولت مشکلات بسیار جدی خواهد داشت. بنابراین این نقش مؤثر یک دولت رفاه که البته در ایران نیست، اگر گام نخست بخواد برداشته بشه، گام طولانی مدت‌تر برای ایران که بتواند به سمت دولت‌های رفاه بازار بنیاد یا کاپیتالیستی که ما در غرب داریم، چون کاپیتالیست‌ها بسیار لازم هستند، باید عمل بکنن، باید تولید رو در جامعه ایجاد بکنن، ثروت رو شرکت‌های کاپیتالیستی ایجاد می‌کنند که دولت‌های رفاه از طریق اخذ میزانی از مالیات که بتواند در شرایط سخت، یعنی بیکاری، بیماری، سالمندی، از کار افتادگی، کمک به خانواده ها و شرایط حاد مثل امروز دوباره به جامعه بازگرداند، برای اینکه نیروی کار، برای اینکه شهروندان بتوانند کار بکنند، بتوانند شرکت بزنند، بتوانند در تولید مشارکت داشته باشند، به خاطر این هست. بیم میگن دولت رفاه که در تولید و توسعه و پیشرفت نقش فعال داره، صدقه بده نیست. آقای اسدی اشتباه میکنند که همواره به صدقه و به دولت رانتی فکر میکنند. خیر، بحث ما دولت رانتی نیست. آنچه در ایران ما در این 40 سال، نه در این 60 سال، در این 70 سال داشتیم، دولت‌های رانتی بودن، یعنی با درآمد نفت میآمدند کلینت‌های خودشون رو یا شهروندان رو میآمدن به اصطلاح. الان که درآمد نفتی وجود نداره به اون شکل، آقای حاجی قاسمی، به نظر شما آیا الان اون زیرساخت‌های لازم برای اینکه حکومت ایران در شرایطی که می‌بینه خب درآمد نفت نداره، تلاش کرده ظرف سال‌های اخیر مالیات رو بالا ببره، آیا فکر می‌کنید می‌تونه این نقطه عطفی باشه برای حکومت ایران برای بازنگری سیستم خودش؟ قطعا. بذارید من به شما در 2-3 دقیقه آماری بدم که تا ببینید که دولت ایران فرسنگ ها با دولت های رفاه فاصله دارد. ببینید در ایران معادل 4500 میلیارد تومان ما در سال تولید ناخالص داخلی داریم در شرایط عادی. از این میزان بود در بودجه امسال میزان مالیات که دولت در نظر گرفته 175 هزار میلیارد تومانه، یعنی 4% درآمد اقتصادی ایران. سطح مالیات در ایران بسیار پایین است. در جهان این میزان حدود 15% است. در ترکیه که همسایه ما هست 18% تولید ناخالص ملی کشور به مالیات اختصاص داره. در انگلستان 26%. در سوئد ما 43%. یعنی میزان مالیاتی که اخذ میشه از توسط دولت معادل 43% تولید ناخالص ملی کشور است. در ایران 4% فقط. خب بودجه عمومی دولت در ایران که 484 هزار میلیارد تومان است، این معادل 12% درآمد اقتصادی کشوره. میانگین جهانی 27%. ترکیه 34%، انگلستان 36%. خب به طور مشخص چه باید بکنه دولت ایران؟ از امروز باید شروع بکنه. یکم، بخش عظیمی از دهک های بالایی در جامعه ایران، اون دهک 1 و 2، اینا اصلا مالیات نمیدن، با مالیات فرسنگ ها فاصله دارن، در آپارتمان های بسیار لوکس، ویلاهای آنچنانی زندگی میکنن، 1 قرون مالیات نمیدن. ما در اینجا که در این ویلا زندگی میکنیم سالیانه باید کلی مالیات بدیم.
درآمدمون هم خوب، مالیات هم میدیم با کمال میل هم میدیم. این یک. پس اخذ مالیات، ما صدها هزار میلیارد دولت ایران میتونه از این طریق اخذ بکنه. دوم، بنیادها، این خیلی مهم است. بنگاه‌هایی که از مالیات در ایران معاف هستند و اینا رو می‌شناسیم، این بنگاه‌ها باید مالیات بدن. اگر این بنگاه‌ها اون مالیات عادی که باید بدن، بسیاری از این مسائل قابل حل است. یا اصل دو شما که دولت یارانه انرژی یا رانت انرژی به بسیاری از بنیادها میده، که اگر اون میزان رانت انرژی که داده می شود به گفته اقتصاددار در ایران، اگر نصف اون کاسته بشود، یعنی نصف اون دولت حکومت ندهد به این بنگاه، تقریبا معادل مالیاتیه که دولت برنامه‌ریزی کرده از جامعه اخذ بکنه. بنابراین فکر میکنید اگر این مالیات رو دولت بتونه اخذ بکنه، میتونه تغییرات دیگر رو هم اعمال بکنه. بذارید از آقای محیط‌فر این رو بپرسم. آقای محیط‌فر، اشاره کردم که مردم در ایران همواره راجع به این که کشوری پولداری هست، کشور ثروتمندی هست، دهه هاست دارن صحبت میکنن، و مالیات همونطور که آقای حاج قاسمی هم اشاره کردن خیلی معمول نیست. یادمون میاد وقتی که زمانی که اومدن در واقع مالیات بر فروش رو میخواستن بر مثلا طلا و جواهر وضع بکنن، یادتون هست چه اعتراضاتی شد. کلن بسیار مقاومت وجود داره مقابل پرداخت مالیات. فکر میکنید جامعه ایران جامعه هست که الان به نقطه‌ای رسیده بشه که آماده باشه برای اینکه یک تغییر نگرشی بده و نگاه بکنه، بگه به هر حال الان تغییر سیاست در حکومت سالهاست که وجود نیامده و بنابراین باید یک نگاه دیگری بشه و یک راه جدید، مالیات شاید اون باشه. فکر میکنید این نگاه وجود داره؟ ببینید، خب این بحث یه مقدار اقتصادی شد. من بحث رفاه اجتماعی بود. من عرض کردم که اساسا بحث رفاه اجتماعی اگر بدون در واقع برنامه‌ریزی جهت مشارکت مردم باشه، اصلا هم چیزی تحقق پیدا نمی کنه. به حال ممکنه ما یه سطحی از رفاه را ایجاد بکنیم، ولی نهایتا اون بعد بعد رفاه اجتماعی و رضایت اجتماعی اتفاق نمی افته. ببینید در ایران اون چه که اشاره کردید، این مشارکت کردی، نمیتونه از طریق مالیات باشه آقای محیط‌فر؟ نه، ببینید قطعا اگر مثلا فرض کنید من احساس نقش داشتن در جامعه نکنم، به هیچ وجه در واقع مالیات ممکنه ندم یا مشارکت نکنم. بنابراین طبعا سرمایه‌های اجتماعی یک جامعه بسیار مهمن، که به عبارت یک رابطه صحیحی که میان دولت و مردم وجود داشته باشه، میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشه، این اعتمادی که افراد داشته باشن که اساساً معتمدینشون، نخبگانشون، سیاستمدارانشون اونها دارن درست رفتار میکنن و نهایتاً اونها مدافع منافع اونها هستن. خب قاعدتاً این کمک میکنه به اینکه مردم بتونن در واقع و در این حال ایفای نقش، یعنی به عبارتی ما جامعه‌ای داریم که متاسفانه برخلاف جوامع دیگه فاقد نهادهای مدنی، فاقد بنگاه‌های مختلفی است که توسط خود مردم شکل گرفته باشه و در واقع اونجاها اساساً مردم احساس نقش و تأثیر بکنن در جامعه. بنابراین وقتی که در یه جامعه فرض فن دولت مردا از بالا بیاین بگوین که آقا جان شما راحت باشید، شما در خانه بمانید، ما همه چیز شما را تأمین میکنیم، طبعا اینجا یک رابطه به اصطلاح گسیخته میان دولت و ملت به وجود میاد و به هیچ وجه این راه حل هایی که اشاره کردید جواب نمیگه. بنابراین بحث من در اینجا این هست، مثلا فرض کن الان ما اگر درگیر بحران کرونا هستیم، شاید راه حل من این باشه. الان در حال حاضر هم تو که اشاره کردید تحریم ها در ایران بوده، متاسفانه سرمایه اقتصادی ما به شدت از دست رفته، حالا دوستان اشاره می کنن، ولی به هر حال می بینیم که دولت سال گذشته به خاطر بحران های مالی جدی که داشت و پیش بینی می کرد، نهایتا مجبور شد در آبان ماه اون به اصطلاح کار رو، اون افزایش قیمت بنزین رو رقم بزنه. بنابراین به یک عبارت من کاری ندارم که حالا بخشی از حاکمیت ممکنه سرمایه‌ای داشته باشه که به این نها به جریان بیفته، یا مثلا فرض کن دولت بخواهد که مالیات رو فرض کن از مردم بگیره، اینها همه مستلزم ایجاد زمینه‌ها و بسترهای مناسبه که در جامعه ما وجود نداره. بنابراین من فکر می‌کنم الان اگر ما در مواجهه با این بحران کرونا بخوایم یک پیشنهادی بدیم که این پیشنهاد تا حدی و حتی علی رغم همه شرایط موجودی که هست کمک به ما بکنه، این هستش که
ابتدا دولت و حاکمیت با مردم رو راست باشه و دقیقاً حقیقت رو اونچه که هست بگه، کاملا در واقع مردم رو مورد اعتماد خودش قرار بده. متاسفانه همین چند روز پیش دیدیم که در مجلس بحث بود که در واقع ما باید جلسه غیر علنی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی به عبارتی ما میخوایم از بالا شما امر باشید، ما خودمون انجام میدیم. ببینید، اولا دولت قدرت شناسایی این همه مشکلات رو نداره. مشکلاتی که در واقع در کنار تک تک ماها، همسایگانمون، هم محلیامون، هم شهریامون وجود داره و ما اونا رو میبینیم، ولی دولت نمیتونه اونا رو ببینه. بنابراین اگر در واقع دولت و مردم با هم دیگه در این زمینه نتونن همکاری بکنن و نتونن در واقع رو راست با هم باشن و تمام سرمایه های کشور به جریان نیفته، منابع مالی فراوانی که ممکنه در بین تک تک این آدم ها وجود داشته باشه و اگر احساس خطر بکنن، اگر احساس اعتماد اجتماعی نسبت به حاکمیت خودشون داشته باشن، همه این منابع میتونه جریان پیدا کنه و نهایتاً مشکل رو ما بتونیم به طور جدی حل بکنیم. ولی در شرط فعلی من میخوام در مورد همون قضیه دهک های پایین تر صحبت بکنیم. الان میبینیم مثلا بعضی از ستاره های سینما، خیلی از در واقع خیریه ها در تلاش هستند که مثلا بسته های کمک های تغذیه برای این خانواده ها میبرن، خانواده هایی که در فقیر هستند، در دهک های پایین تر اجتماع هستند. ولی میدونیم که به شکل در واقع سیستماتیک ما نهادهای مردم نهاد نداریم. حکومت همواره با اینها به شدت مخالفت کرده. فکر میکنید که چقدر احتمال این وجود داره که در شرایط کنونی دولت بیاد و حکومت بیاد روی این نگاهش به اینها تجدید نظر بکنه؟ آیا الان به اون نقطه‌ای رسیده که در یک بحرانی که یک بحران بین المللی هست، همه دنیا باهاش گرفتار هستن، شما میبینید یک همچین عزمی رو که بخوان یه تغییرات اساسی دست کم در این شیوه های حکومتداری ایجاد بکنن؟ من به هیچ وجه چنین چیزی رو نمیبینم، چون هنوز که هنوز در واقع رفتار در واقع دولت و حکومت با مردم یک رفتار بر اساس اعتماد متقابل نیست. بنابراین در واقع این ممکنه که اگر ما یک گام جلوتر بریم و شرایط بسیار بحرانی تر باشه و عملا کار از دست سردمداران خارج بشه، شاید در اون لحظه چنین تصمیم بگیرن. ولی متاسفانه مثل تصمیمات دیگری که در واقع در لحظه اتفاق میفته که دیگه امکان خروج از اون بحران نیست، این هم ممکنه همون وضعیت رو داشته باشه. فعلا که من افقی برای چنین خروجی از این وضعیت گذشته نمیبینم. یعنی همچنان در بر همون پاشنه فاصله بین حاکمیت و مردم میبینم و اینکه به هیچ وجه اونها علاقمند به مداخله مردم در این راستا، اونم در چارچوب نهادها و انجمنها و انجی‌ها نیستن. چرا؟ مثلا اگر مردم پراکنده مثلا یک سینمایی، نمیدونم یک هنرپیشه، یک نمیدونم ورزشکاری، یک کمکی بخواد به کسی بده، شاید اونم از مجاری دولت، نه به طور مستقیم. ولی متاسفانه شرایط الان شرایطی نیست، مگر اینکه همونطور که عرض کردم ما بریم در یک شرایط بسیار سختی قرار بگیریم که اون موقع چنین تصمیمی قاعدتا نمیتونه اون تاثیرات مستقیم ممکنه کار از کار گذشته باشه. متوجهم. آقای اسدی، بحثی که الان مطرح هست، ما ظرف روزهای گذشته از نهادهای بین المللی در واقع اقتصادی شنیدیم که اوضاع خراب هست، از سال 2008 چشمنداز بسیار تیره تر هست و ممکن هست که اوضاع ظرف ماهای آینده برای همه دنیا به شدت بحرانی باشه. شما به عنوان کسی که به اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار اعتقاد دارید، فکر میکنید که در شرایط کنونی آیا در واقع چشمنداز به چه شکل میتونه تغییر بکنه؟ چه تغییراتی در سیستم الان میتونه باعث بشه که ظرف ماهای آینده در واقع اوضاع اونقدر بد نباشه؟ بله، پاسخ و خدمتتون عرض میکنم و بعد اگر اجازه بدید به آنچه که آقایون گفتن نیز اشاره بکنم اگر وقت بود. میفرمایید. ببینید، بنابر برآوردهایی که شده است، برای اینکه من یک مثالهایی از اروپا بزنم، میگویند که به احتمال زیاد 10% از تولید ناخالص ملی در کشورهایی که پول یورو رو قبول کرده اند کاسته خواهد شد به نسبت
آن درآمد ناخالص ملی که داشت این منطقه اگر دچار کرونا نمی‌شد. خب این بسیار بسیار قابل ملاحظه است. در این دوره که دوره بحرانی هست، دولت‌ها بسیار کمک می‌کنند به طبقات مختلف، به طبقات فرودست، به خانوارها، به شرکت‌های کوچک، و این باعث میشه بدهی دولت به شدت بالا بره و بعد از این مدت خب باید این بدهی جوری تامین بشه که نگرانی های دیگه ای داره. دوست داشتم در این مورد میتونستم صحبت کنم اما فرصت کمه. با وجود این، اینجا پاسخ مستقیمم به پرسش شماست، من تنها نگرانیم این است که این دوره کرونا چقدر طول میکشه، این دوره قرنطینه، چون به وارانه بحرانی که پس از 2008 به وجود آمد، الان مشکل اقتصادی که داریم یک مشکل درونزاد نیست. یعنی اینطور نیست که اقتصاد جهانی یک گرفتاری از درون پیدا کرده باشه، این دستگاه تولید شکسته باشه و ما وارد بحران شده باشیم. کم و بیش اون چیزی که در سال 2008 در مورد قسمت مالی بانکی اتفاق افتاد. چه شده است؟ مثل اینه که شما همچنان که آرزومندم همیشه اینطوری باشید، تندرست و شاد و سرحال باشید و بگن خانم قاضی در منزل بمانید، به هر دلیلی جنگ شده مثلا، اونطور حالت این اتفاق نیفته. بله، همچین دیدی نداریم. حالا ولی همیشه شما آمادید که برگردید و برنامه‌تون رو اجرا بکنید. اتفاقی برای شما نیفتاده است. اقتصاد الان در اون شرایطه. البته من نظرم میخوام از این صحبت مقدم کنم، ولی چطور اگر که مثلا من نوعی کسی که رفته الان در خونه نشسته، اون اقتصادی که الان به طوری به قولی ساکن شده نتونه بلا فاصله برگرده به اون حالت قبلی؟ منظورم این هست که شما مثلا تمام هتل ها رو بستید، رستوران ها رو بستید، کارها مشاغل رفتن خونه هاشون نشستن، شاید اینها که اغلب اونها کسانی هستن، کسانی که در اینها دارن کار میکنن، بخش خدمات، کسانی هستن که از دهک های پایین اجتماع هم هستن، اینها الان در خونه ها هستن، ولی بلا فاصله وقتی برگردن این سیستم بلا فاصله به چرخش قبلی نمیفته، طول میکشه تا برگرده به اونجا، اینطور نیست؟ خب چقدر طول میکشه؟ بله، ولی میخوام بگم 100%. ببینید، نه به تفاوت این است، ببینید خانم، تفاوت است. اگر الان من کاش شما رو مثال نزده بودم، خودم رو مثال بزنم. نه. اگر من در منزل مونده بودم چون یک بیماری گرفته بودم، خب مادامی که اون بیماری حل نشه، صحیح، من حتی به سر کارم نمیتونم برگردم. اما اگر من بیمار نباشم، وقتی که بگن الان آزادی سر کار برگردی، خب برمیگردم. حالا البته باید راه بیفته، یه مقداری طول بکشه، ولی همه چی آماده است که راه بیفته. فرق داره با حالت اول. دوست. الان ما در اون شرایطی هستیم که این اقتصاد اقتصادیه که آماده اینه که دوباره بگرده. حتی من یک جای بسیار مثبت فکر میکنم در این مورد خانم، و اون این است که ببینید، یک روند آهسته به سوی فناوری های اطلاعاتی رفتن وجود داشت و این جهانه، این آینده جهانه، اقتصاد ما بر مبنای او خواهد بود. این اتفاق باعث شد که این روند سرعت بیشتری بگیره و این به خودی خود، اگر فقط در خودش در نظر بگیریم، امر مبارکی است برای اقتصاد ما. مثلا الان یکی از بزرگترین شرکت های میلیاردر چینی، شرکت علی باباست، که این بعد از اون ویروس سارس که در سال 2003 در چین اتفاق افتاد، رشد عجیبی کرد. بله. الان الان هم فروش های اینترنتی الان اینجا هم خیلی دارن خوب کار میکنن علارغم مشکلاتی که بقیه دارن. ولی آقای اسدی، من بیشتر میخوام باز برگردیم، چون میخوایم به همون بحث تامین اجتماعی و رفاه برگردیم. اون بحثی که اتفاقا شما مطرح کردید در مورد اینکه الان دولت ها دارن این پول رو میدن، ولی بعد باید یه جایی رو پیدا کنن که این پول رو تامین بکنن. دولت ها چه فکری کردن برای تامین این پول در اروپا مثلا؟ ببینید، نه اینکه دولت ها چه فکری کردن، در حقیقت چه راههای جلوی دولت ها هست. چند راه داره. یکی این که دولت ها قرضی رو که گرفتن بگن پس نمیدیم، ورشکسته ایم دیگه نمیتونیم پس بدیم. یکی دیگه این که قرض بکنن و اعتباری داشته باشن و هی دیرتر بگن ما قرض میدیم، این امکان ممکنه بیفته. سوم این که به بانک مرکزی خودشون بگن به طریقی خلق پول کن. بله. یا اسکناس چاپ بزن و یا به طریق. این سراهیه که الان در برابر دولت ها وجود داره، البته با یک مثلا ممکنه پول از بانک مرکزی، از
این بانک خرج کنن، اون بانک خرج کنن، حالا وارد این جزئیات در این مورد میخوام بشم، اما اون چیزی که مسئله است باید اینو در نظر بگیرن که مالیات ها خب یه مقداری میاد بالا. اگر اجازه میدید خانم یه نکته دیگه عرض بکنم که هم ربط به این پاسخ داره هم به صحبتی که به ویژه دکتر حاجی قاسمی کردن در این مورد. ببینید اونجایی که من فکر میکنم همدلترم با آنالیزی که کارشناس علوم اجتماعی جناب دکتر معینفر میکردن، فکر میکنم با ایشون همدلی بیشتر دارم و از همین سو فکر میکنم که یک زاویه‌ای دارم با تحلیلی که دکتر حاجی قاسمی میکنن. دکتر حاجی قاسمی میفرمایند اینقدر پول بگیریم بدیم. ببینید به اون نکته اصلی که مشارکت مردمه، که به زبان دکتر معینفر مشارکت اجتماعی، به زبان من مشارکت کارآفرینی جامعه مدنی، التفاتی ندارم. از این پول بگیریم بدیم به اون. این اتفاق بود که اقتصاد ایران رو به فلاکت کشون. اقتصاد ایران در زمانی که انقلاب اسلامی شد یک اقتصاد پولدار بود، اقتصادی بود که بنگاه‌های بزرگی داشتن که پول داشتن، اینا رو گرفتن و پخش کردن، اولا مردم راضی بودن و بعد دیگه هیچی دستشون نمون. حکایت همون قصه جوجه اردکی که تخم مرغ طلایی می‌ذاشت، از حرص اردک رو پاره کردن و دیگه هیچ تخم مرغی نداشتن که بتونن قسمتش کنن. همین اتفاق افتاد. آن اتفاقی که باید در جمهوری اسلامی بیفتد و من بعید میدونم در این نظام این اتفاق بیفتد، این است که کارو به جامعه مدنی، همچنان که دکتر معینفر اشاره کردن، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ اقتصادی واگذار کنن. اون وقت خود مردم ثروتسا خواهند بود، چنان که در مورد مسئله اجتماعی خودتون اشاره کردید که بسیاری از ستاره های سینما یه پولی گرفتن و پخش کردن. این یکی از انواع مختلف ابتکار اجتماعی. بله آقای حاج قاسمی، من پاسخ شما رو میخوام بشنوم. ضمن اینکه این سوال بسیار مهمی هست، دولت های رفاه همواره با این اتهام مواجه هستند که بذل و بخشش میکنند ولی راهی برای قرضی که بالا میارن ندارن. دولت محافظه‌کار وقتی اینجا میخواست سر کار بیاد، بزرگترین چیزی که روش مانور میکرد در مقابل دولت کارگر این بود که شما یک قرض سر به فلک کشیده برای مملکت گذاشتید برای اینکه همینطور پول رو ریختید توی بازار. دولت آمریکا در میان دولت‌های سرمایه‌داری در جهان بالاترین میزان قرض از سیستم بانکی رو داره، پرداختم نمی‌کنه، همینطور میندازه عقب، همینطور به توصیه آقای اسدی میندازه عقب و هیچ مسئله‌ای رو نمیتونه از این طریق حل بکنه. ولی دولت به اصطلاح رفاه اسکاندیناوی که بسیار سخاوتمند هست، با اخذ مالیات از شهروندانش زمانی که رونق اقتصادی در کشور هست، میتونه بدهی‌های بانکی رو که دولت اخذ کرده پرداخت بکنه. اینو من به اصطلاح اشاره کردم. نکته بعدی این هستش که در مورد مشارکت که آقای معینفر اشاره کردند و آقای اسدی هم تایید کردند و شما اشاره کردین، در واقع پاسخ سوال ما در همین جاست. یعنی آن به اصطلاح توصیه‌ای که بنده دارم برای اینکه چگونه در ایران تفکر دولت رفاهی بتواند نهادینه بشود آن گونه که در سیستم‌های کاپیتالیستی در غرب بوده است، مستلزم این هست که مشارکت اجتماعی صورت بگیرد و اینکه مشارکت اجتماعی چون نبوده است تا الان صورت نگرفته. یعنی مشارکتی که از طریق سندیکاها، از طریق احزاب سیاسی در یک روند طولانی که در پارلمان آمدن نمایندگان مردم و صلاح خود در این دیدند که یک سیستم بیمه اجتماعی به اسم دولت رفاه ایجاد بکنند که در شرایط سخت بتونه مسائل خود جامعه، مسائل خودشون رو حل بکنه. ما اگر چنین چیزی در ایران نداشته باشیم، یعنی یک در واقع دولت دموکراتیک برخواسته از جامعه که در انتخابات نمایندگان تمامی آحاد مردم بتوانند بیایند در پارلمان قانونگذاری بکنند، یک سیستم رفاهی آنگونه که در بسیاری از دموکراسی‌ها هست ایجاد بکنند که در شرایط سخت بتونه اونها رو گلیمشون از آب بکشه، خب ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. برای اینکه دولت روحانی و دولت‌های دیگر، اینها دولت‌هایی هستند که از بالا بر جامعه زعامت دارند و بخواهم. خب آقای حاج قاسمی، الان که چشم‌اندازی از تغییر نمی‌بینیم، از تغییر سیاسی بر در ایران نمی‌بینیم، آیا فکر می‌کنید چشم‌اندازی از با توجه به این بحرانی که الان روی میز هست و دولت و حکومت ایران باید با این دست و پنجه نرم کنه، آیا چشم‌اندازی از تغییر نگاه به تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی می‌بینید؟
در جامعه بله، و در دولت و حکومت الان اگر به این بحث توجه بکنه که در جامعه اندیشمندانی مثل آقای محیط‌فر این مسئله رو مطرح کردن و فکر چاره‌ای باید برای این باشند، برای آنگونه که بیسمارک 150 سال پیش برای آلمان فکر کرد، برای جلوگیری از شورش و هم ریختن جامعه باید رفاه حداقلی برای جامعه تامین بکنیم، 150 سال پیش مطرح کردن. بعد دولت‌های دموکراتیک اومدن اینو گسترش کردن، این رفاه رو، که همه شهروندان بتونن از امکانات خوب تحصیلی، بازپروری، امنیت اجتماعی به اصطلاح برخوردار بکنن. این سیستم‌های رفاهی که از اون زمان پایش گذاشته شد و در زمان در آمریکا به شکل مدرن در دهه 30 در واقع راه افتاد و در اروپا توسعه پیدا کرد، این در ایران هم پیاده بشه. ولی در کوتاه مدت، در کوتاه مدت دولتی که از روی درآمد نفتی امکانات گسترده‌ای رو در اختیار خودش داشته، امروز، یعنی امروز که ما با این بحران مواجه هستیم و حساب بانکی مردم هم در اختیارشون هست و اگر از خونه بیاین بیرون برای کار کردن، برای راننده تاکسی، نمیدونم مغازه دار، یا مسئله جانشون با مخاطره مواجه میشه، اونجا هستش که امروز این دولت موظف است به نظر من، همونطور که اشاره کردن، به طور مشخص در گام نخست 2 ماه معاش شهروندان رو تامین کنه، کاری که در همه کشورها کردن، چیز عجیب غریبی نیست، و بعد 2 ماه دیگه تمدید کنه. این ماجرا رو خواهد شد 10 میلیارد یورو، پولی نیست در نسبت به اون 450 به 1000 میلیارد تومانی که اشاره کردم. بعد در گام بعد این شرکت هایی که ورشکست شدن، شرکت های کوچیک، مغازه‌دارا، رستوراندارا، اینها به اصطلاح بیشترین آسیب دیدن، هم در غرب در اینجا ما شاهد هستیم، هم در ایران. اینها باید یک رقم هنگفتی در اختیارشون گذاشته بشه و دولت بنیه اینو داره که از صندوق توسعه ملی برداره، از وام بگیره. دولت ایران وام خارجی نداره، وام داخلی هم. البته این قضیه وام الان در جریان هست، ایران تقاضای وام کرده از IMF و هنوز تکلیفش البته روشن نیست. بذارید من 1-2 دقیقه آخر رو بدم به آقای محیط‌فر، چند دقیقه از ساکت هستن. آقای محیط‌فر، شما در داخل ایران هستید، ما ویدیوهای زیادی می‌بینیم از کسانی که ظرف روزهای اخیر زیاد دیدیم، گفتن آقا ما اصلا چجوری بمونیم خونه؟ مگه میتونیم بمونیم خونه؟ بمونیم خونه باید گشنگی بکشیم، باید کار کنیم و پول در بیاریم. در چنین شرایطی آیا فکر میکنید اساسا این نسخه هایی که از طرف مثلا کشورهای دیگه پیچیده شده، کسان دیگه ای بهش عمل کردن، در ایران اصلا قابل اجرا هست با توجه به وضعیت فعلی که ایران داره؟ به هیچ وجه. ببینید، عرض کردم شرایط ما تا پایان سال گذشته بسیار بحرانی بود و در واقع دولت و جامعه واقعا سرمایه عظیم اقتصاد اجتماعیشون از دست دادن. ولی در این حال من میخوام بگم که جامعه ایران جامعه است که در تاریخ گذشتهش نشون داده چگونه میتواند در بحرانها اتفاقا کارهای بسیار خارق العاده ای انجام بده. این کشوری است که در واقع طی این 100 سال گذشته بحرانهای بزرگی داشته و به خوبی تونسته بر اونها فائق بیاد و یا جریان‌ها و تغییرات بزرگی رو رقم بزنه. برابر این زمینه همکاری های مدنی و مردمی به شدت در جامعه ما زیاده، اگرچه متاسفانه طی سالهای گذشته و در واقع این چند ده سال گذشته شدیداً جلوی همکاری های جمعی مردم گرفته شده و حتی مثلا در حوادث مثل سیل، زلزله و جای دیگه نذاشتن که در واقع این به هم پیوستن ها و این همکاری ها شکل بگیره. ولی در ایران اتفاقا پتانسیل های بسیار زیادی وجود داره که میتواند ما را در این بحران کمک کنه. من یه نکته دیگرم عرض بکنم، اگر این بحران کرونا طول بکشه و در واقع اونطوری که پیش بینی میشه در واقع به بیش از 2-3 ماه در واقع حتی تا سال آینده ادامه پیدا کنه، مطمئن باشید در واقع کشورهای چه به اصطلاح نوع به اصطلاح سوسیالیستی یا چه کشورهایی که در واقع مثل امریکا جایی هستن، قطعا با مشکلات بسیار جدی روبرو میشن که دیگه از توان در واقع دولت‌های اونها خارج هستش. ولی من میخوام بگم که نمیخوام حالا در واقع آرمانگرایی بکنم، ولی
میدونم که در ایران پتانسیل هایی وجود داره که اگر در واقع دولت و حکومت با مردمش رو راست باشه و نهایتاً حقایق رو از همین الان به مردم بگه و در واقع بگه که اونها با چه مشکلات جدی روبروان، همونطور که در واقع بسیاری از رهبران جهان این کار رو با مردمشون کردن، مطمئن باشید چنان جریانی از همکاری و حمایت مردمی به وجود میاد که نهایتاً این یک سرمایه عظیمی است که نهایتاً میتونه به ما کمک بکنه. تنها راهی که ما در شرایط فعلی داریم اینه، والا در واقع اینکه به دولت توصیه کنیم که مثلا پس اون این پول بدید یا اون قشر رو یا اون قشر رو، مسلماً در واقع با توجه به رقابت‌های وحشتناکی که الان وجود داره، بی‌اعتمادی‌ها جواب نمیده. متشکرم آقای محیط‌فر، متاسفانه وقت ما همینجا تموم میشه. آقای محیط‌فر، آقای حاجی قاسمی و آقای اسدی، ممنونم از هر سه شما که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. صفحه دوی آخر هفته رو میتونید روی یوتیوب هم مجدد ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 9 شب تهران. شب روزتون خوش.